را، ای سرمایه دارا، ای ثروتمند ها، ای اونی که رزق و روزی تو مسیح است، اگر مسلمانی که هستی ان که او به نکاح در بیارید، جوانهایی که فقیرن و صالحن و نمیتوانن ازدواج کنن، کسی به کسی نیست، کسی توجه به قرآن نمی کنن. قرآن گفته ما عمل نمی کنیم. انکهو فعل امر است. آقا به نکاح که در نمیاره هیچی، تازه میره یه زن دیگه برای خودش میگیره، میگه کارخونه یه نو، خونه یه نو، زن نو. ما با ازدواج مجدد مخالف نیستیم، ما که منطق عمری نداریم، که ما منطق علوی داریم، ما شیعه هم المومنینیم، ما با صیغه و متعه و ازدواج مجدد مخالف نیستیم، ما حرفمون اینه آقا آخر پیری معرکه گیری، خجالت نمیگه تو دیگه باید بری با اسرائیل ازدواج بفرمایید، شما دیگه باید به فکر قبر و قیامتت باشی، حالا موات سفید شده، تازه چش دنبال زن و مردم افتاده که من چون میتوانم چهار تا زندگی رو اداره کنم برم، خجالت بکش. این اسمش خدمت نیست، این اسمش شهوت را نیست. یه زنی که 30 سال تو خونه تو، یه زنی که 20 سال تو خونه تو خون دل خورده، با بود و نبود ساخته، حالا مزد بعد از 20 سال انتظار، بعد از 20 سال صبوری، بعد از 20 سال قناعت، اینه که تو هرو سرش بیاری یه زن دیگه بری بگیری، بگی این زن کهنه شده، این زن پیر شده، خجالت بکش. مرد باید وفا داشته باشه، مرد باید غیرت وجدان اخلاقی داشته باشه. بشین با همین زن بساز، ای که پولو میخوای خرج شهوت خودت بکنی، بیا برو دست یه جوون بیچاره رو بگیر. و بدونید من امشب اعلام بکنم تو سبزوار شما، همه جایی کشور گفتم، اینجا هم میگم، خدا شاهده گناهی که یک جوان مجرد میکند، جوانی که باید ازدواج کند و نمیتونه ازدواج کنه به خاطر فقیر، و این گناه نصف میشود، نیمی از این گناه بر گردن سرمایه دارهای ماست، یعنی اونها هم مسئولن، اونایی که دستشون به دهانشون میرسه اینا مسئولن، اینا باید به واجب خودشون عمل کنن. واجب هم یکیش اینه که ازدواج رو بیان برای جوانها فراهم بکنن. و آقا هر سال میره مکه، هر سال میره عمره، چه خبره؟ واجب یه بار، حج یه بار واجبه. چقدر میرید مکه؟ چرا میرید 1.5 میلیون خرج میکنید؟ پولا رو تو حلقوم این وهابیای عربستان میریزید که تمام این پولا گلوله بشه تو سینه شیعه ختم بشه. چرا اینقدر گردن این عربا رو کلف میکنید؟ چرا اینقدر گردن این وهابیا رو کلف میکنید؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید؟ تو یه بار رفتی مکه بشی سر جات دیگه؟ اگه قرار شد آدم بشی میشدی، پس حالا که آدم نشدی 100 بار دیگه هم که بری آدم نخواهی شد. پولاتو خرج عربا نکن. مکه ما جوانهای جامعه ما، حرم ما جوانهای جامعه ما، مسجد الحرام جوان فقیر طایفه تو که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوان فقیر طایفت بکنی، کجا داری میری؟ پولا رو خرج کجا داری میکنی؟ کعبه و سنگ بهانه است که ره گم نشود. آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند، تو مشعر بره شعور پیدا کند، تو منا برد تمام هواهای نفسانیش رو سر ببرد، اهل دل نباشد. مکه ما جوان فقیر جامعه ماست، دست این جوان بگیر بذارش تو زندگی که دم چاره وای نسه دنبال ناموس مردم نگاه کنه. وقت تو هر سال میری مکه؟ کدوم مکه؟ آ کدوم مکه؟ میری مکه ای که سر موز و پرتقال دعوا کنی؟ آقایونی که مکه رفتن میدونن من چی میگم. خدا شاهده با لباس احرام سر موز دعوا میکرده؟ به این منبر رسول، به این شب عزیز، با خدمه دعوا میکردن که موزای 65 سانتی رو به رفیقات میدی؟ کوچولو کوچولاشو به ما میدی؟ تکنی با خنیم نمیفهمیم؟ سر موز فوش پدر میدنن با هم. من به یکیشون گفتم آقا تو باید گوسفند بکشی، چرا توهین میکنی؟
مگه نمیدونی وقتی آدم محرم میشه 24 چیز برش حرام میشه، یکیش لغویات است، چرا فوش میدی؟ گفت حاجا من پدر اینا میسوزونم یه گله گوسفندم میکشم. این حاجی ماست، این آقا رفتن مکه و بیان آدم بشه. همه حاجی ها اینجوری نیستن، اما به قول استاد ما فرمود محرم شدن آسان، از احرام اومدن بیرون سخته است. نمیدونید تو مکه چه خبر است؟ نمیدونید؟ به خدا قسم اگر من یک سری از این حقایق مکه رو براتون بگم، حالتون به هم میخوره از هرچه حاجیه، حالتون به هم میخوره، دیگه دیدن هیچ حاجی نخواهید رفت، خدا شاهد. اما نمیتونیم بگیم، دستمون بسته است، نمیدونید چه خبر است؟ نمیدونید. مکه رفتن با شرایط به امام سجاد گفتن آقا، بذار یه چشمشو بگم طورین، از روایات هم میگم، گفتن آقا مسجد الحرام پر بود از حاجی، امسال چند تا حج قبول تو این همه جمعیت ما داشتیم؟ آقا شروع کرد زار زار گریه کردن، گفت ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر صدا خیلی بود اما حاجی کم بود، سه نفر حاجی شدن، منو این شطورم و این غلام سیاهه، ما سه تا فقط حاجی شدیم. این نفس روایت امام سجاد. به قول نوای اصفهانی که شعرهای قدیمی شهر ماست، خیلی قشنگ میگه در عشق اصفهانی ها واقعا هنرمند، بر منکرش لعنت. نوای اصفهانی میگه که واجب الحج شدگانی که از این بوم و برن، عازم خانه حق اند و زهد بی خبرن، واجب الحج شدن امسال از مال کسان، ناکسان بین که به سوی چه کسی ره سپرن، بالله این قافل سالار ریاکار دنی، ظاهر آراستگانن ولی بدسیرند، کاش که صاعقه آید و سوزد همه را، تا دیگر شمع از این خانه به مسجد نبرند. در روایت هست از حضرت صادق پرسید، بوبسیر آن که به تاریخ زریر شمرن، که ایا زاده پیغمبر حجاج امسال، گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترن، حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود، گفت بنگر بشرن اینان یا جانورن، بوبسیر آنگه از دیده دل کرد نظر، بی محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. این روایت دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. امام صادق فرمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن یه مش سگ، خوک، شغال، گرگ، خرس، الاغ دور کعبه دارن طواف میکنن. بوبسیر میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم، دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابوبصیر آدم ها رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردن، چهار نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان، از دم، از دم. پولای مکه رو برید خرج واجباتتون کنید، نه خرج دلتون. هر سال نمیخواد عمره برید، یور آدم شو نمیخواد مکه بری، بریم آدم شیم آقا، واجباتو عمل کنیم. رفته بودم دیدن یه حاجی، خیلی خوشم آمد، بارک الله،